برفباری های سنگین چند روز پسین هم نتوانسته است که آلودگی هوای پایتخت را به گونه چشمگیر کاهش دهد. امروز اندازه آلودگی هوای کابل 149 بود. اندازه ای که به آن غیر بهداشتی گفته می شود. وزارت صحت‌نامه می گوید که بیماری های تنفسی و بیماری های برخواسته از سرما و آلودگی هوا در کابل به گونه کم پیشینه افزایش یافتند. در جریان هفته تنها در شفاخانه های کابل در حدود 8530 واقعه از امراض سیستم تنفسی مراجعه کرده بودند که سردی هوا و آلودگی هوا میتونه که از فاکتورهای تجدید کننده باشه که امراض تجدید بکنه. باشندگان کابل نهادهای مسئول را در کار مبارزه با این پدیده خطرناک در پایتخت و بی برنامگی متهم می سازند. مسئولین که مسئولیت محیط زیست را به عهده دارند اقدامات عملی و علنی شاهدش نیستیم. هر یک وګړی د دې جامعه دغه مسئولیت لري چې د خپل د محیط زیست د پاک ساتنې لپاره تر بی نهایته کوشش وکړي. اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که نهاد برای مبارزه با آلودگی هوا در کابل برنامه های کوتاه مدت را عملی کردند. تا به حالا نزدیک به 300 تصدی شامل حمام، رستوران، دوش، بلند منزل ها مورد تفتیش و ارزیابی قرار گرفته. بیش از 126 مورد ما مسئولیت داشتیم و بیش از 100 چند مورد هم اصلاح سیستم بوده. کابل در هفته های پسین در میان آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفت و 17 تن به علت بیماری در نتیجه افزایش کمپیشینه آلودگی هوا جانهایشان را از دست دادند.